ما به غیر از کنترل هایی که اینجا داریم برای تغییر زمان کلیپ و کند کردن یا تند کردنش یه سری بیهیویر اینجا داریم توی قسمت ری تایمین. که مهمترینشون ست اسپیده بدون شک بیهیویر ست اسپید یک سرعت بیس داره که مثلا چقدر این کلیپ کند بشه حالا ما میتونیم اینجا با هم ببینیم و یه نرمی کند شدن داره که این دوتاست و یکی هم زمان شروع حرکت کندی و زمان پایانشه ما اینجا مثلا کلیپمون اگر بخوایم از فرم چهلومش این اتفاق شروع بشه ما میتونیم اینو مثلا بیاریم روی چهل و اگه بخوایم از این طرفم مثلا 40 فریم زودتر اتفاق بیفته میتونیم این یکی رو بیاریم روی مثلا 40 و سرعت خودش هم یه خورده کمتر کنیم مثلا بزنیم روی 30 حالا اگه ما این تصویر رو ببینیم یه همچین اتفاقی میفته البته راستش رو بخواین شاید کنترل کردن تصویر از طریق تایملاین و کی فریم ادیتور خیلی اتفاق راحت تری باشه ولی خب به هر این بیهیویر هم هست شما میتونید از این هم استفاده بکنید من اینجا یه دیاگرام کشیدم شاید خیلی خوشگل نباشه ولی این چیزی که ما داریم در یه همچین شکلیه یعنی یه سرعت از یه جای سرعت شروع میشه به یه حدی میرسه ادامه پیدا میکنه دوباره تموم میشه این چهار تا اسلایدری که شما دارین در واقع همین بالا پایین رفتن این سرعتی که برای کلیپتون ایجاد میکنید اینجا ما چند تا بیهیویر دیگه هم داریم مثل مثلا فلاش فریم، هولد فریم، لوپ، پینگ پونگ، ریپلی، ریورس، ریورس لوپ، سکراب، استرو و استاتر. که هر کدوم از اینها یک کار خاصی انجام میدن ولی کاربردی ترینشون همین ست اسپیده این بیهیویر ها, ها رو شما خودتون با آزمون خطا میتونید ببینید که چه چیزی هست بخاطر همین من فکر کنم توضیح هر کدوم از اینها نیازی نباشه و خودتون بتونید پیدا بکنید کاراییش رو